سلامی چوبوی خوش آشنایی، درود و عرض ادب محضر شما همراهان هماره من در همه بردمه های ایران فردا. درودی ویژه تر دارم طبق معمول همه شبها محضر شما مشتاقان آگاهی و دانایی در بردمه شامگاهی صفحه یک که پنج شب در طول هفته میزبان این جانب و بردمه صفحه یک هستید. بردمه امشب پنجشنبه هفتم اسفند ماه ایرانی برابر با 25 فوریه 2021 میلادی رو با هم مرور میکنیم، البته در غیاب مطبوعات چاپ تهران. گویا امروز تعطیل رسمی یک مناسبت مذهبی در تقویم جمهوری اسلامی ایران بوده که خب قطعا رسانه های چاپی هم امکان انتشار رو در روزهای تعطیل نخواهند داشت. خبرها و نظرها رو مایلم با آخرین فعل و انفعالات، تنشها و زد و خوردها و همینطور سرکوبها در استان خسته سیستان و بلوچستان آغاز کنم که فیلمها و ویدئوهایی بسیار در شهر شبکه ها منتشر شده بود که نشان از نوعی شهامت کم نظیر و جسارت بالای جوانان استان سیستان و بلوچستان داشت که به مراکز حکومترانی خودانگیخته به مراکز حکومترانی ریخته بودند که در گوشه های از تصویر الان میبینید، از جمله به پایگاه های نیروهای انتظامی و به طور مشخص یکی از پایگاه های سپاه پاسداران نیز حمله کردند، همانگونه که شما در تصویر میبینید. حتی پرچم مرتبط با نهادهای امنیتی و نظامی رو به زیر میکشند. گوشه هایی از تصاویر اعتراضی شهروندان استان سیستان و بلوچستان رو میدیدیم که در قبال قتل عامدانه نیروهای سپاه علیه شهروندان موسوم به سوخت بر نارضایتی خود رو نشان دادند و به نهادهای امنیتی و نهادهای حاکمیتی حمله کردند. اما در این میان حضور جوانان ناراضی و معترض و ورود به یک پایگاه سپاه در زاهدان بالاترین میزان توجه رو در عرصه افکار عمومی برانگیخت و حتی دستمایه تحلیل هایی از سوی نهادهای امنیتی شده بود، تا جایی که ترس و هراس تمام فضای نهادهای امنیتی در استان رو فرا گرفته. به طور مشخص گوشه هایی از صحنه لحظه ورود جوانان بلوچ به داخل پایگاه سپاه رو میبینیم و با آتش کشیدن خودروهای نظامی در بخش هایی از استان سیستان و بلوچستان رو میبینید. خب همه اینها در حالی است که علارغمی که گزارش های زنده رو از خیابان های شهر داریم میبینیم، رسانه های رسمی موسوم به صدا و سیما و دیگر خبرگزاری های امنیتی کاملا در رویدادهای وارونه به تحلیل ماجرا پرداختند و عمدتا رسانه های پارسی زبان برون مرز رو عامل تهیج و تخریب شهر رو به خیابان کشاندن شهروندان خوانده بودند. گوشه ای از تازه ترین تحلیل خبرنگار بازجو به نام آمن و سادات ذبیح‌پور رو میبینیم که چگونه در قلب واقعیت سعی دارد که فضای حاکم در استان سیستان و بلوچستان رو با رویکردی امنیتی تحلیل کند. سلام. چرا سپاه مانع از کسب درآمد مردم سراوان میشه؟ هشتگ ها و روایت ها از شمسر و سراوان خواهد گفت. از دیروز عصر نیز در شبکه های ماهواره‌ای سراوان به سرخط خبرها آمد. از سراوان خبررسانی نشد، روایت سازی شد. روایت سازی که برای مردم ایران بسیار آشنا بود. همون گونه که در بخشی از این گزارش خانم آمن و سادات ذبیح‌پور مشهور به خبرنگار بازجوی صدا و سیما اشاره کرد که این مدل حکایت ها و روایت ها برای افکار عمومی ایران آشناست، قطعا شیوه های نخنما شده صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران نیز با گرفتن اعترافات اجباری یا به صحنه آوردن جوانی مشابه با یکی از کشته شدگان برای به تعبیری انکار کردن قتل عام شهروندان، اونها اون شیوه ها هم برای شهروندان ایرانی آشناست. متاسفانه در فضای مجازی و سایت های غیر نظام ضد نظام عکس من به عنوان کشته شده های مرز در درگیری سراوان پخش شده. خبرها و نظرها رو دنبال میکنم کماکان با همین زمینه و مضمون.
همزمان با گزارش‌ها درباره اعتصاب و تعطیلی اصناف در چند شهر استان سیستان و بلوچستان در اعتراض به کشته شدن سوختبران، مولوی عبدالحمید همان گونه که در برنامه دیشب نیز اشاره کردم، امام جمعه اهل سنت زاهدان در یک فایل صوتی عموم مردم منطقه را به آرامش، کنترل احساسات و خویشتنداری دعوت کرد. در همین حال گزارش‌ها حاکی است که درگیری‌ها در بخش‌های دیگری از شهرهای مختلف استان سیستان و بلوچستان کماکان ادامه دارد. اما در این میان می‌دیدم که معاون امنیتی انتظامی استان رو تلویزیون جمهوری اسلامی آورده بودند که مثلا نشان دهد همه چیز امن و امان است و به نحوی زنها سعی داشتن با ادبیات همیشگیشان خشم و اعتراضات شهروندان رو در واقع به گروه‌های خارج از مرز منتسب کنند، به گروه‌های به تعبیر خودشان اشرار یا جیش العدل که خودشان میگویند جیش الظلم به اینها نسبت دهند. اتفاقا دوست دارم به لحاظ اون ریختارشناسی هراسیدگی حال معاون امنیتی انتظامی استانداری رو ببینیم، برگردم میخوام نکته دیگر اضافه کنم. خب روز گذشته تجمعی رو در پشت مرز مشاهده شد، تجمع انبوهی بود از جمعیت سوختبران، کسانی که غیر قانونی مبادرت به در واقع انتقال سوخت به کشور پاکستان میکنه. البته تقریبا بیش از 2 ساعت مذاکره انجام شد با اینها که ما را در واقع خویشتنداری بکنن و در چارچوبه در واقع اون قواعدی که در نظر گرفته شده از همون گذر وارد بشن. خب گوشه هایی از اظهارات معاون امنیتی انتظامی و استانداری سیستان و بلوچستان رو میدیدیم که برای تحلیل آخرین وضعیت ناامنی در این استان و بروز بحران‌ها و نارضایتی شهروندان در رابطه با قتل عام سوختبران اظهار موضع کرده بود، در حالی که شما می‌دیدید بسیار پریشان بود و آشفته حال و اصلا حرفی منسجم و منطبق بر وضعیت موجود نداشت که ارائه کند. از جمله نکاتی که در این رابطه برای من خیلی جالب بود که بایستی به آن اشاره کنم، اولا که معاونین امنیتی انتظامی استانداری بسان معاون امنیتی انتظامی در خود وزارت کشور. وزارت کشور، خب وزیر کشور در واقع 6 حوزه معاونت دارد که معاونت امنیتی انتظامی به طور سنتی در آن مانده است. عملا کاری نیست. در واقع نوعی هماهنگی‌های حداقلی رو با برخی از نیروهای نظامی امنیتی برای تجمعات و تظاهرات عمدتاً داشته است که مثلا یک شخصی مثل آقای بلندیان 16 سال می‌دیدیم که معاون امنیتی انتظامی بوده. نظر به دست بالا گرفتن نهادهای امنیتی ارشد مثل سازمان اطلاعات سپاه یا خود سپاه پاسداران و دیگر نهادهای امنیتی، عملا داشتن نهاد معاونت امنیتی انتظامی در ساختار وزارت کشور به لحاظ کارآمدی هیچ گونه کارکردی ندارد. همین عنوان رو در استانداری ها هم برقرار کردن. در واقع هر استانداری به لحاظ ساختار سیاسی در واقع بازنمایی از خود وزارت کشور در یک استان هست. یعنی هر استاندار 6 حوزه معاونت دارد که معاونت امنیتی انتظامی یکی از اونهاست. حالا معاون امنیتی انتظامی در حالی میگوید که همه چیز امن و امان است و شهروندان به خیابان ها و مغازه ها و بازار در مسیر روال عادی خودش هست، اما ما گزارش هایی دیدیم که کاملا شهر در روز چهارشنبه در اعتصاب عمومی بوده، ولی صدا و سیمای جمهوری اسلامی برخی از شهروندان رو به رسانه خودش کشانده و اونها اشاره میکردن که ما از ترس اوباشان مغازه ها رو بسته بودیم. خب گوشه هایی از گزارش های منتشره در شهر شبکه ها و همینطور موازه رسمی صدا و سیما و رسانه های رسمی جمهوری اسلامی رو در قبال به خشم آمدن شهروندان ایرانی در استان سیستان و بلوچستان می دیدیم که نسبت به قتل عام و کشتار سوختبران به خشم آمده بودن به اماکن و همینطور محل ها و نمادهای حکومترانی، نهادهای امنیتی هجوم آورده بودند و خشم خود رو نشان داده بودند که در این بین گویی یا اینترنت ها رو در این استان قطع کردند تا گزارش ها و خبرها به درستی به دیگر مردم در کل کشور به تعبیری مخابره نشود. این در حالی است که نهادهای امنیتی همینه که با شما صحبت می کنم از کنترل تمام عیار استان سخن می گویند که قطعا به شیوه های سرکوب ربایش احتمالا صورت گرفته و در این میان آقای مولوی عبدالحمید از روحانیان برجسته عهد تسنن که همواره مهر میهنیشان و ایران دوستیش کاملا مشهود هست و در یک تدبیر حد اکثری سعی می کند با همه محدودیت های موجود، با مدارا با شاخه های سخت حکومت سعی می کند که این
فرایند ملی میهنی مهر بین شهروندان اون استان و دیگر استانهای ایران گسسته نشود، با پیامهایی که صادر کرده بود خواهان آرامش شهروندان شده بود، در این حال خواستار این شد که حکومت و مسئولی نیز نسبت به این قتل سوخت بر بایستی محاکمه شوند و نتیجه به افکار عمومی اعلام شود و همینطور نسبت به شرایط معیشتی مشقت بار شهروندان نیز بایستی تدبیر شود. علاوه بر حال هر آنچه هست که همه کرد و کار یک نظام به این معطوف می شود که مقداری نفت به شهروندان یا مقداری بنزین به شهروندان مرزنشین بدهد که بتوانند مثلا 5 گالون در اونور مرز بفروشند، این معیار و ملاک اقتدار نظام فقهاست که می گویند همه رو محو می کنیم، از زمین تا آسمان رو در می نوردیم، کماکان داریم می بینیم که پایگاهاش رو در شامات میزنند و شهروندانش اسیر نان شب هستند و به خشم آمدند و از کولبر تا سوختبر چنین جان میبازند و اینها مدعی و ملغرای جهان اسلامی هستند که خب قطعا شهروندان ایرانی حق دارند که با ناباوری کامل به قابلیت ها و توانمندی مردان موسوم به نظامی جمهوری اسلامی نگاه کنند. خبرها و نظرها رو دنبال می کنم با دیگر مطالب منتخب. مطالب بسیار زیاد هست، هم در حوزه دیپلماسی هم در حوزه داخلی که من بایستی زمان رو مدیریت کنم. از جمله موضوعاتی که مایلم با آن اشاره خیلی کوتاه کنم در حوزه هسته‌ای هستش که گویا قرار شده که با چراغ سبز آقای بایدن کره جنوبی بخشی از پول رو آزاد کنه. در این رابطه خاص می دیدم که آقای همتی رئیس بانک مرکزی ایران وقتی با سوال خبرنگاران مواجه شد به نحوی زنها اشاره کرد که 1 میلیارد دلار از 7 میلیارد دلار بلوکه شده به نحوی به زودی زود آزاد خواهد شد از سوی کره جنوبی. وقتی ایشان در پاسخ میگوید اصلا برای ما مهم نیست که کره جنوبی ها با کی میخوان مشورت بگیرن، در نهایت اون گستاخی سیاسی ذاتی که مال همه کارگزاران نظام فقهاست با نادیده انگاری متدهای متعارف و مرسوم دیپلماسی بین الملل، مثلا میگوید که ما تقاضا کردیم و کره جنوبی میخواهد پول رو بدهد، در حالی که کره جنوبی هنوز که این لحظه زمان خبر رو برای شما اجرا میکنم تا فرمان و چراغ سبز کامل رو از کاخ سفید نگیرد مطلقاً پولی هم آزاد نمی کند. ببینیم با چه لحنی آقای همتی سخن می گوید. کره ای ها با هر کی میخوان مذاکره کنن بکنن، ما بحثای خودمون داریم، منابع متعلق به بانک مرکزیه و بانک مرکزی این حق رو داره، اقدام حقوقی رو کردیم و می کنیم و پیگیری می کنیم. خسارت زیادی از این بابت به جمهوری اسلامی خورده، خب این که سر جاش هست، ولی خب خودشون درخواست کردن، اومدن صحبت کردن که پرداخت بکنن، ما هم راهش بهشون نشون دادیم و دستور پرداخت هم صادر کردیم. خب هر موقع خواستن پرداخت میکنن، پرداخت هم نکنن ما پیگیری های خودمون رو انجام میدیم. به نظر من خیلی به مسائل رسانه‌ای و اظهارات دیپلماتیکی نه خیلی توجه هست. مبلغی که اونجا داریم خیلی ناچیزه، پولی که بانک مرکزی اونجا داره 7 میلیارد دلاره. هم شد 1 میلیارد دلار و قرار شد شروع بشه و انشالله در مرحله اول. اجازه بدین با توافق بریم جلو ببینیم بر اساس توافق چگونه. خب گوشه های از اظهارات آقای همتی رو میدیدیم که در واکنش به سوالات مختلف خبرنگاران مبنی بر چگونگی آزاد شدن پول های بلوکه شده نفت فروخته شده در دیگر کشورها توضیح میداد و میگفت که ما فرمان دادیم و ما خواهان پرداخت شدیم و اونها هم دارن پول رو پرداخت میکنن و گفت اصلا برای ما مهم نیست که مثلا کره جنوبی ها با چه کسانی میخوان مشورت کنن، که به نحوی از آنها تلاش داشت اون نقش اصلی که متوجه ایالات متحده امریکا هستش که خودشان هم میدانند که ایالات متحده امریکا تا آقای دولت آقای بایدن نمیخواست، تا چراغ سبز نمیداد هیچ پولی هم آزاد نمیشد و اینها سعی میکنند بگویند که مثلا در این رابطه مشخص این ماییم که اقتدار لازم رو داشتیم. حالا خیلی هم نگذشته که پول رو میدیدیم که کره جنوبی نمیداد و اینها به شیوه های نظامی متوسل شدند و کشتی های حامل سوخت کره جنوبی رو در آبهای خلیج فارس رو بودند، به گروگان گرفتند و باج خواهی کرده بودند.
یعنی به علت ناتوانمندی سیاسی خودشون، به علت نپیوستن به سازوکارهای مرسوم و متعارف امور مالی در عرصه جهانی مثل FATF، مجبور شدن که شاخک‌های نظامیشان مثل سپاه پاسداران در آب‌های آزاد جهان کشتی ربایی کنند. به این شیوه متوسل شده بودند حالا که دولت ایالات متحده آمریکا برای احتمالاً مذاکرات تازه‌تر یا دستیابی به اهداف استراتژیک بالاتر، نشانه‌هایی رو به یا پالس‌ها یا موافقت‌هایی رو با کره جنوبی انجام داده که مثلا بخشی از این پول آزاد شود، اینها مدعی می‌شوند که اصلا فقط از اقتدار تدبیرآمیز دیپلماسی ولی فقیه احتمالاً هستش که این پول داره آزاد میشه. حالا 2-4 هفته پیش هم می‌دیدیم که گفتم کشتی‌هاش رو با همون تدبیر حضرت آقایشان در آب‌های آزاد کشتی ربایی می‌کردند و گروگان می‌گرفتند که بتونن پولشون رو بگیرند. دو تا مطلب دیگه است مایلم به اون اشاره کنم، چرا که چند مطلب داخلی هم باز آماده کردم. یکیش این که واشنگتن تایمز رو می‌بینم در گزارشی اشاره کرد تحت این عنوان که مواضع آقای ظریف مثل سیگنال خفاش دریافت و توسط لابیگران رژیم در آمریکا تبلیغ می‌شود، که گزارش بسیار جالبی بود در رابطه با نقش برخی از کارگزاران یا دیپلمات‌های تربیت شده در غرب از سوی جمهوری اسلامی که چگونه با جهان غرب، به تعبیری با اساتید دانشگاه، به طور مشخص با گروه‌های لفتیست یا چپگراها تعامل می‌کنند و بعدها می‌توانند از این ظرفیت به اصطلاح زمان دانشجویی خودشون در دانشگاه‌های پنسیلوانیا و کالیفرنیا و جاهای دیگه، بعدها مثل رفاقت خود آقای ظریف با جان کری یا رفاقت آقای ظریف با خود آقای جو بایدن، که به هر روی از این ظرفیت رفاقت با چپ‌های آمریکایی استفاده می‌کنند و سعی دارند که اهداف جمهوری اسلامی رو به مثابه یک اهرم فشار بر دولت مردان آمریکایی اعمال کنند. خب در این رابطه مشخص به نقش محمد جواد ظریف که خب به یاد داریم از 19 سالگی ایشان حتی سربازی خود رو در دفتر نمایندگی سازمان ملل اونجا گذرونده به عنوان یک دیپلمات کارگزاری که تمام قد سرباز حضرت آقام خودش رو مینامد، مثل همه مردان جمهوری اسلامی، ایشان خب با توجه به ظرفیت هایی که در خود بالنده کرد، باربر کرد، انگلیسی رو خوب میدونه، تحصیل کرده اونجا هست، فرزنداش در نیویورک، خانه های چند ده میلیارد دلاری دارند، علی ای حال این گزارش رو میدیدم اشاره میکرد که استدلال برخی از تحلیلگران سیاست خارجی این است که این نقش ظریف در تیم دولت اوباما بسیار چشمگیر بود، زیرا در همان زمان که وی ظاهرا به دیپلماسی مشغول بود، رژیم ایران از کشتار آمریکایی های مستقر در عراق پشتیبانی کرد و پول فروش نفت رو در زمان برجام صرف پشتیبانی سازمان های تروریستی حماس و حزب الله میکرد. واشنگتن تایمز در این رابطه مشخص به مطالب زیادی اشاره میکرد، به اسامی خاصی اشاره میکرد که بنابر مسئله حقوقی، حالا من مایل نیستم در این تلویزیون بخوام ذکر اون شخص رو بکنم که خب اکثر شما بزرگواران همون نهاد رو که با حرف ن شروع میشود میشناسید، همون شخص رو که با حرف ت شروع میشود و اسم فامیلش هم پ هستش، شما ایشون رو میشناسید. من البته ذکر نام نمی کنم. علی ای حال هر آنچه بود، این مسئله دیرپایی است که جمهوری اسلامی برای بقا، علیرغم اینکه مرگ بر سیاست های دیگر کشورها سر می دهد، همزمان در پنهان آن کار دیگر می کند و ماموران جوان خودش رو تحت عنوان بیزنسمن، تحت عنوان دیپلمات به اقصی نقاط جهان به طور مشخص به کشورهای مخدر مثل امریکا اعزام می کند و به وقت لازم نیز از ظرفیت های اونها در راستای گسترش اهداف خودش یا لابیگری و تعامل با نهادهای قدرت امریکایی بهره می گیرد، که به تعبیری اوج این نمونه و مثال همان محمد جواد ظریف است. خبرها و نظرها رو دنبال میکنم با دیگر مطالب منتخب، از جمله موضوعاتی که اتفاقا در برنامه دیشب هم با آن اشاره خیلی کوتاهی شد. بعضی وقتها بنابر تنگی زمان برای این جانب، خب امکان بازخوانی خیلی از مطالب نیست. مسئله قیمت اینترنت بیکیفیتی است که در جمهوری اسلامی از سوی مجلسیان موسوم به مجلس انقلابی آقا قرار بالاتر از این بره، یعنی بعد از اینکه نتوانستند مستقیم جلو روی افکار عمومی بیستند
و اینستاگرام رو به طور کامل فیلتر کنند، هرچند کماکان فیسبوک و توییتر فیلتر هست و برای خودشون آزاد هست، بعد از اینکه نتوانستن چنین کاری رو بکنن در تنش‌هایی که بین دولتی‌ها و دیگر ارکان قدرت پیش اومده، الان اومدن به شیوه گران کردن اینترنت، سعی در مهار عرصه و گردش اطلاع رسانی بین شهروندان دارن. در واقع تازه ترین دعوای دولت و مجلس ایران بر سر مصوبه ایست که مالیات شرکت‌های ارائه دهنده خدمات اینترنتی یا همان اپراتورها رو افزایش میداد. خب طبیعی است دولت میگوید که افزایش مالیات این شرکت ها به ناچار باعث زیاد شدن قیمت اینترنت برای کاربران و فشار بیشتر روی آنها میشود. هرچند که آقای آذری جهرمی وزیر ارتباطات تا جای ممکن وعده داده که ایشان به زعم خودش اجازه نخواهد داد اینترنت گران شود، اما مجلس میگوید مالیات اپراتورها رو زیاد میکند تا پول آن خرج حمایت از فعالیت‌های فرهنگی و نظارت بر اینترنت شود. خود بخوان حدیث مفصل از این مجمل که من دیگر چیز اضافه نمی‌کنم. قطعا این مجلس در صدد انسداد عمومی هستش، در صدد مسدود کردن فضاهای تنفس حد اقلی در دنیای دیجیتال و اینترنت در ایران هستش و با شیوه گران کردن اینترنت یا بستن مالیات تحت عنوان اون پولی که میگیم میگیریم میخوایم حمایت‌های فرهنگی کنیم. حالا حمایت‌های فرهنگی چی هست؟ قطعا از منظر مجلسیان اساره انقلابی آقا آن حمایت هم بسته‌های احتمالاً اختصاصی اینترنت برای شبه نظامیان بسیج در مساجد و پایگاه‌ها خواهد بود یا شیوه‌های دیگری که همگان به آن آشنا هستند و از شیر شتر، از بی‌ادبی نشود شاش شتر تا دیگر نکات انحرافی که از سوی برخی از فقیهان بایستی و افکار عمومی پمپاژ شود، اینها احتمالاً بسته‌های حمایتی نظارتی مجلسیان هست که می‌خوان به آن اشاره کنم. وقتم با سرعت تمام به انتها میرود، اما یکی دو تا مطلب هست که تصویریست بایستی بان اشاره کنم. بسیار جالب بود میدیدم که آقای میرسلیم در یک گفتگوی گوی و باش داشتند. ایشان در نهایت به تعبیری من از واژه های مجبورم و ازم به کار استفاده کنم که صرفا توصیف حالت یک شخص را میکند، در نهایت قباحت و وقاحت می دیدم که می گفت که بله جمهوری اسلامی ایران بسیار از فرانسه هم آزادی بیان در آن بیشتر است. با هم ببینیم، خود داوری کنید. زاویه آزادی بیان و آزادی عمل کرد گروه های مختلف سیاسی بررسی بکنید، الان میگید نمره شمره قبولیه و همینه و ما همین جوری باید می آمدیم. اون وضعی که ما از این نظر در نظر سیاسی شد، شما مقایسه بکنید با کشورهای دیگه، بزنن رتبه‌ای که ما داریم خیلی کشورها ندارن، ما خودمون قدرشون نمیدونیم. خب مثلا من با اگه بخوام با فرانسه مقایسه کنم که شما مثلا درس خوندید اونجا، میتونم بگم که ما نه اون میزان از آزادی بیان و آزادی گروه سیاسی رو نداریم. اصلا قابل مقایسه نیست. آزادی بیانی که الان در جمهوری اسلامی وجود داره در فرانسه نیستش. خب با این خبر که بیشتر شبیه شوخی بود و به مزاح نزدیکتر بود، عملا وقت برنامه امشب من به پایان میرسد. بلی، ما آقای میرسلیم رو میدیدیم، همان وزیر فرهنگ و ارشاد عهد هاشمی که الان در مجلس هستش و کاندیدای ریاست جمهوری هم شده بود. ایشون معتقد است عضو حزب مؤتلفه هست، همون حزبی که همیشه سلاح حمل میکند، یعنی حزب که چه عرض کنم یه حزب پادگانی، یعنی به وقت لازم همیشه امکان سرکوب دارد. ایشون معتقد است که در جمهوری اسلامی آزادی بیان از فرانسه هم بیشتر هست. اعدام این همه جوان نوید افکاری ها و زندانی بودن بسیاری از روزنامه‌نگاران و فعالان کار، فعالان حقوق بشر، فعالان حقوق کودکان کار، کودکان خیابانی، اینها رو بازداشت میکنند و الان هم در آستانه انحلال مرکز خیریه جمعیت امام علی هستند که این ننگ عظیم بر دامن دولت روحانی خواهد ماند. با این همه مصادیق مصرح، آقای میرسلیم مدعی میشود که آزادی بیان در جمهوری اسلامی از کشور فرانسه هم بیشتر هست. گویا کاملا عنان کار و سخن از دست مردان جمهوری اسلامی در رفته و هر روز به مزاح بیشتر در واقع نزدیکتر می شوند و دستمایه طنز می شوند و رسوای خاص و عام در تمامی افکار عمومی ایران می شوند. و با این مطلب وقت برنامه امشب من در همین مقال و مجال به پایان می رسد. تا درودی دوباره در شامگاهی دیگر و با تازه‌هایی از هر روز ایران در ایران فردا. بامداد روشن
بدرود.